نکته بعدی اینه که جریاناتی خارج از مجلس برای رأی اعتماد برخی از وزرا دارن تلاش میکنن. اینها به چه نامی، به چه عنوانی، تحت چه ماده قانونی دارن این کارا رو انجام میدن؟ چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی با انتقاد از روند بررسی صلاحیت ها همراه بود. محمود احمدی بیغش هم از عملکرد رئیس مجلس انتقاد کرده و گفت محمد باقر قالیباف جلساتی برگزار کرده و از افراد می‌خواهد که بعضی وزرا رأی بیاورند و بعضی رأی نیاورند. اونایی که بنده رو می‌شناسن می‌فهمند جز کار برای من هیچ موضوع دیگری موضوعیت ندارد. فقط کار مردم و کارآمدی دین در اداره جامعه. وارد این موضوعات دیگه خواهش می‌کنم از بقیه 75 بگذرید. جلسه روز گذشته مجلس با بررسی صلاحیت رضا فاطمی امین آغاز شد، کسی که با وعده تولید سالانه 3 میلیون و صادرات 1 میلیون خودرو برای وزارت صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد شده. متن برنامه شما پر از حرف‌های کلی و گرد که برای دانشجوهای کارشناسی جذاب و برای استخوان خرد کرده های صنعت تکراری و کم محتواست، که بوی جمع کردن متن از مقاله های دانشگاهی دور از واقعیت را دارد. مخالفان محمد علی زلفی گل به عنوان وزیر پیشنهادی علوم او را به حمایت از محمد خاتمی و جنبش سبز متهم می کردند. همین که دولت اول احمدی نژاد مستقر شد، ایشون استعفا دادن از معاونت. اینا معنا داره برای ما. علاقه ویژه‌ای به آقای خاتمی داره. میگید نه همین الان اینجا بیا پشت تریبون اعلام کنه تبری خودش از خاتمی و فتنه رو بده اعلام بکنه. موافقان آقای زلفی گل اما گفتند او در دانشگاه همدان با حامیان جنبش سبز مقابله کرده است. آقای یزدی‌خواه در مخالفت با پیشنهاد محمد مهدی اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفت او چندین پرونده مفتوح در دادسرای ویژه کارکنان دولت دارد. او به واکنش منفی اهالی فرهنگ و رسانه به وزیر پیشنهادی فرهنگ هم اشاره کرد. کسی که در بدو ورودش به حوزه سپاه جز افرادیه که بنیانگذار حوزه سپاه قدس هست. این توصیف احمد وحیدی است که برای وزارت کشور پیشنهاد شده. آقای وحیدی به همراه محسن رضایی و علی فلاحیان به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوئنس آیرس تحت تعقیب پلیس بین الملل است. عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری به بهارستان رفته بود. بعضی از برنامه‌های آقای زرقامی تعجب نماینده‌های مخالف را در بر داشت. در بحث نقاط قوت کشور در توریسم سلامت اشاره داشتید، اجازه بدید من این اون رو بخونم. تولید گسترده واکسن در کشور و فرصت سازی برای جذب توریست سلامت. آی دکتر زرقامی شما دیگر چرا؟ صبح امروز صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی باقی مانده نفت، نیرو و ورزش و جوانان در مجلس بررسی خواهد شد و با رأی‌گیری مخفیانه نمایندگان کابینه ابراهیم رئیسی شکل خواهد گرفت. کابینه‌ای که به نظر می‌رسد کاملاً با آراء آیت الله خامنه‌ای مطابقت خواهد داشت. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.